یک گام دیگر برای گسترش روابط تجارتی افغانستان با جهان. اولین شرکت کارگوی هوایی کشور اینجا در میدان هوایی کابل افتتاح شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید که آنان در بخش کارگوی هوایی مشکلات زیاده داشتند و حالا با فعال شدن این شرکت امیدواری ها برای گسترش انتقال کالاها از طریق هوا بیشتر شده است. در عرصه کارگوی هوایی ما مشکلات زیاد داشتیم. امروز که الحمدلله افغانستان و باز افغانستان به کمک و همکاری سکتور خودش احسان و پروردگار که به این دست پیدا میکنیم، من این را میفهمم که یک تیاره چقدر قیمت داره و چقدر مشکلات است که مثال یک تیاره را بیاریم در افغانستان. آقای عزیزی بازار رقابتی را عنصر رشد کشور دانسته، از تولید کنندگان داخلی میخواهد تا در تولید محصولات با کیفیت توجه کرده و اعتماد مشتریان را حفظ کنند. فقط خواهش ما همی است که باید هر برنامه ای را که میبریم انحصاری نباشه، رقابتی باید باشه. خواهش ما همی است ما بتانیم اموال ما رقابت کنه، ما بتانیم کرایه ای که ما میگیریم باید رقابتی باشه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور که فعال شدن کارگوی هوایی یک گام مثبت در راستای گسترش روابط تجارتی افغانستان با جهان است، اما میگویند که امارت اسلامی شرکت ها را در کار انتقال تولیدات همکاری کند، زیرا بیشتر میوه های تازه و خشک کشور از طریق هوا به کشورها انتقال می یابد. تجار ما باید اموال خود صادر کنه. مطمئن کارگوی جامعه مسئولین محترم باید ایره بس زودترین فرصت ایره تفتیش کنه به شکل درست و اساسیش، به سرعت، هم به سرعت که ضایع نشه. و اهمیت کارگو یا اهمیت انتقال در شرایط کنونی افغانستان بسیار مهم است. ما بازم به شرکت کارگو یک خواستم هستم که مطابق قوانین و مقررات امارت اسلامی افغانستان و مطابق تجارتی که افغانستان داره به او عمل بکنه. مسئولان این شرکت هم اطمینان می دهند که با صداقت اموال تاجران را انتقال خواهند داد و تلاش می کنند تا فعالیت هایشان را گسترش دهند. و امروز یک فعالی می گرفته، امیدوار به این هستیم که بخیر ما بتونیم در این عرصه و در عرصه‌های مختلف انشاءالله افتتاح و قدم های خوبی دیگر هم شاهد باشیم. با باور آگاهان اقتصادی، هرچند صادرات از طریق هوا مصارف بیشتر می طلبد، اما با توجه به شرایط اقتصادی که کشور دارد باید از هر راه ممکن استفاده شود تا اقتصاد کشور تقویت یابد.